سلام دوستان عزیز، من ساسان توسلی هستم و این جلسه 49 درس‌های کوتاه هفتگی من هست برای سایت مای کلیسا و داریم درسمون رو ادامه میدیم درباره اهمیت سلامتی عاطفی و دنبال کردن سلامتی عاطفی در زندگی هر ایماندار مسیحی و به خصوص خادمین مسیحی. حالا توی این هفته جدید دارم وارد فصل جدیدی میشم از کتابی که مدتی داریم ازش استفاده میکنیم، The Emotionally Healthy Leader، رهبری که از نظر عاطفی سالمه، و وارد فصل سوم این کتاب دارم میشم امروز و به خصوص صحبت من امروز با خادمین مسیحی هستش. البته این حقیقت برای هر ایماندار مسیحی خیلی مهمه، ولی به خصوص صحبت من امروز با خادمین مسیحی ایرانی هست و چند هفته میخوایم روی این موضوع وقت بذاریم. فصل سوم تیترش هست Lead out of your marriage or singleness. رهبری که داری انجام میدی، خدمتی که داری انجام میدی، باید جدی بگیری زندگی زناشویی تو. اگر ازدواج کردی باید اهمیت بدی به سلامتی زندگی زناشویی، سلامتی خانوادت، سلامتی ازدواج تو خدمتت، و اگر شخص مجردی هستی باید جدی بگیری که زندگی تو در پاکی در روابط با همه نگه داری. این موضوع این فصل سوم هست، Lead out of your marriage or singleness. حالا من ترجمه تفسیری کردم این فصلو، ولی نویسنده با چند تا داستان شروع میکنه. اولا نویسنده این کتاب که ازش داریم استفاده میکنیم از کتابای مختلفش، اسمش هست پیتر سکازیرو، و اگه یادتون باشه تو خود کتاب اولش که اصلا این درس ها رو ما با هم شروع کردیم، نویسنده صحبت میکنه که یه روز زنش برگشت بهش گفتش که بعد از سالها ازدواج، سالها عشق و محبت و خدمت در کلیسا، خود پیتر سکازیرو شبان یک کلیسا هستش، زنش برگشت بهش گفت یا من یا کلیسا، یا من یا خدمت، چون خدمت تو داره زندگی من و زندگی فرزندامون رو نابود میکنه. و این بحران زندگی زناشویی، این بحران تهدید حتی طلاق و جدایی باعث شد که نویسنده به خودش بیاد، باعث شد که پیتر سکازیرو با همسرش بره پیش یه روانشناس مشاور و شروع کنه یه مقدار نگاه کردن به قلب خودش، به ریشه های شخصیتی خودش، این موضوعاتی که باعث میشد تنش در روابط زناشوییش به وجود بیاد. پس این بحران زندگی زناشویی این جرقه بود که اصلا اهمیت موضوع سلامتی عاطفی رو برای زندگی نویسنده خیلی ملموس کردش. حالا توی این فصل پیتر سکازیرو اشاره میکنه به یکی از دوستاش که رفته بود چین و با یه سری خادمین چینی داشت ملاقات میکرد، چه خادمین و کشیشای زن، چه خادمین و کشیشای مرد، که اصلا به خاطر خدمت، به خاطر شلوغی، به خاطر رسیدگی به نیازهای مردم تو کلیسا، البته داستانهای خیلی وحشتناک و استثنایی به نظرم این داستانها، ولی زن و شوهرهایی هستن اونجا که سالی یک بار فقط یک روز همدیگر رو میبینن، خادمینی هستن که بچه هاشون رو شاید مثلا ماهی یک بار فقط ببینن، چون اصلا تو شهرهای مختلف زندگی میکنن، سرشون شلوغه و به خاطر به فکر این که دارن مسیح رو خدمت میکنن، کلیسا رو خدمت میکنن، به نیازهای مردم میرسن، دارن واقعا همسراشون و بچه هاشون رو قربانی میکنن. و من بارها گفتم عزیزان، مسیح هیچ وقت از ما نخواسته که همسرامون، خانوادههامون، فرزندامون رو نابود کنیم، غفلت کنیم به اسم مسیح، به اسم کلیسا، به اسم خدمت. چقدر مهمه که تو شلوغی های خدمت، تو شلوغی های رهبری، تو شلوغی ها و دوندگی های زندگی ما به خانواده خودمون ضربه نزنیم. اگر داریم میگیم انجیل مسیح راه حل مشکل بشریه، اون انجیل خودش باید در زندگی من و همسرم، در زندگی خانوادگی من کار بکنه. من نمیتونم بگم مسیح ما رو میتونه عوض بکنه، موعظم عوض کردن و تغییر و تحول باشه در اسم عیسی مسیح، ولی اون عوض کردن، اون تغییر و تحول تو زندگی خودم و خانوادم وجود نداشته باشه. نمیتونم درباره شادی و آرامش موعظه بکنم، ولی شادی و آرامش و محبت و صمیمیت تو رابطه خودم و خانواده وجود نداشته باشه. پس میخوایم یه مدتی وقت بذاریم روی اهمیت جدی گرفتن سلامتی روابط زناشویی، روابط خانوادگی، روابط با فرزندان. نقش مهم این سلامتی خانواده در زندگی یک خادم و یک رهبر. پیتر سکازیرو میگه که خیلی وقتا پیامی که داده میشه به خادمین، حالا شاید مستقیما این پیام گفته نشه، ولی پیامی که داده میشه اینه که تا موقعی که همسرت غرغر نمیکنه، شکایت نمیکنه، تا موقعی که مشکلات اخلاقی و گناه‌های اخلاقی اتفاق نمیفته،
خدمت رو بچسب، خدمت رو اول بذار، خودت رو وقف خدمت و کلیسا بکن. گاه گاهی هم حالا با هم بیرون برید، گاه گاهی هم حالا تفریحات خانوادگی داشته باشید، ولی خدمت درجه اول میشه تو زندگی خیلی از خادمین و این پیغام داده میشه، این پیغام به انواع و اقسام داده میشه که نیازی نیست که حالا خیلی سرمایه بذاری روی کیفیت رابطت با همسرت، کیفیت روابط خانوادگی. کلاس هایی که تو مدارس الهیات درس میدن به کسایی که میخوان برن تو خدمت شبانی، موضوعات کنفرانس ها، کتاب هایی که نوشته میشه، خیلی وقتا پیغام به خادمین میتونه این باشه که تمام توجه و انرژیشون رو بذارن روی خدمتشون، روی فعالیت هاشون و خیلی نمیخواد سرمایه گذاری کنن روی کیفیت رابطه با خانواده. اینجا پیتر اسکوتر چند تا سوال مطرح میکنه، میگه که آیا من ازدواجمو میبینم به عنوان علامتی، سمبولی از محبت خدا به کلیسا، محبت مسیح به کلیسا؟ کلام خدا میگه به شوهرها که همسرتون رو طوری محبت کنی که مسیح کلیسا رو محبت کرد. آیا ازدواج تو علامتی از این محبت و عشق مسیح هست برای کلیسا؟ آیا نگاه میکنی به کیفیت رابطه زناشویی، رابطه با همسرت، به عنوان قسمت مهمی از پیام انجیلی که داره موعظه میکنی؟ آیا هیچ ربطی میبینی بین واقعیت صمیمیت و محبت در رابطه زناشویی با اون پیام انجیلی که توی خدمت داری به دیگران درس میدی؟ آیا داری ارجحیت میذاری برای سرمایه گذاری وقت و انرژی که زندگی زناشوییت رو سالم نگه داری؟ آیا زندگی زناشویی و محبت تو و همسرت انعکاس داره میده محبت مسیح رو؟ آیا ربطی میبینی بین رابطه خودت با مسیح و کیفیت رابطه خودت با همسرت؟ یعنی مثلا بگی که من رابطم با خدا خیلی عالیه ولی اصلا حال وقت گذروندن با همسرم ندارم، رابطم با همسرم با بچه هم خیلی خرابه، اصلا اونا اصلا بی خیال، فقط رابطه من با مسیح خیلی خوبه. آیا هیچ ربطی میبینی که تو نمیتونی بگی رابطه من با خدا خیلی عالیه اگر هیچ بهایی ندادی که بخوای سرمایه گذاری کنی روی رابطت با همسرت؟ آیا هیچ ربط میبینی ربطی بین رابطت با مسیح و رابطت با همسرت؟ آیا وقتی که داری اراده خدا رو دنبال میخوای، اراده خدا رو درک کنی که چه خدمتهایی رو انجام بدی، چه فعالیتهایی رو انجام بدی، آیا در نظر میگیری که این خدمت، این فعالیت، این کاری که میخوای واردش بشی، این نیازی که میخوای برآورده کنی چه تأثیری روی ازدواجت، روی خانوادت داره؟ اصلا خانوادت رو در نظر میگیری در تصمیم گیری های زندگی و خدمتت؟ آیا آگاه هستی که خدمتت داره ضربه میزنه، آسیب میزنه به ازدواجت یا نه؟ خیلی وقتا اینقدر میگم سرمون شلوغه که از تنهایی های همسرمون خبر نداریم، از آسیب هایی که میتونن همسرامون، فرزندامون تو خدمت بخورن بی خبری. و آیا توی مسئولیت هایی که به عهده میگیری به عنوان رهبر، همسرت و دید همسرت، نظر همسرت برات مهم هستش؟ آیا ثمره های خدمتت وارد زندگی خانوادت میشه؟ یعنی فقط بعضیا هستن که ثمرات خدمتشون رو فقط توی کارهای کلیسایی میبینن. آیا هیچ ثمره ای اون خدمتت، از اون ثمرهش چیزی رو داری میچشی در زندگی خانواده خودت، با همسرت، با فرزندات؟ و این پس سوالای خیلی مهمیه. آیا اصلا توی تعالیمت درباره اهمیت زندگی سالم زناشویی، سلامتی خانواده تعلیم میدی، درس میدی، میتونی توضیح بدی که دید کتاب مقدس نسبت به رابطه زناشویی و رابطه خانواده چی هستش؟ پس میخوام بگم از اینا سوالایی که خیلی مهمه ما تو زندگی جدی بگیریم. منم اینجا به عنوان معلم و متخصص نیومدم این درس رو بدم، خودم هم این تجربه ها رو دارم باش کلنجار میرم، خودم هم بارها باید توبه میکردم و میکنم از این که شاید و به خاطر خدمت خیلی وقت آسیب رسیده به خانواده، به خاطر دوری، به خاطر سفرهای خودم. پس میخوام بگم که اینا رو من به عنوان یه درس که فقط از بالا خودم دارم به بقیه خادمین جوان درس میدم نمیگم، خودم هم دارم میبینم که چقدر مهمه ما با فروتنی توی خدمتمون جلو بریم و در درجه اول خانواده هامون رو خدمت بکنیم، در درجه اول بچسبیم به حقیقت انجیل و اون آشتی که مسیح میخواد برای زندگی ما بیاره، آشتی با همسر و بچه ها و خانواده و گرمای خانواده رو جدی بگیریم، همونطوری که داریم درباره آشتی مسیح موعظه میکنیم به افراد خارج از کلیسا و در درون کلیسا. خیلی ممنونم که تو این هفته با من بودید. صحبت هامون رو در این زمینه در هفته های بعد با هم ادامه میدیم. خدا نگهدار.